حالا علی خامنه ای است، خداوند زمین و زمان علی، آقای ناصر علی خامنه ای. به پایبوسی مفتخر می شوید یا به زیارت؟ بنده دارم به پایبوسی شنیدم تو دفترشون بیرون. آقا جمع کنی، شما کی هستین آقا جان؟ میخواد بریم مثلا دیدن آقای علی خامنه. خب حضرت عالی به پایبوسی، بنده به دستبوسی بخوام نائل شم. اینو چاپلوس هم داریم، این چاپلوسی هم تو مملکت ما جزء لایفک فرهنگ بوده، از بس استبداد بوده، نه که ما ذاتن آدمای چاپلوسی هستیم، نه، کارمون طریق عقل و قانون که پیش نمیره، با چاپلوسی و گریه و التماس و ناله و دستبوسی و اینا کارامون رو انداختیم دیگه. پس برای چی موندی؟ هزار سال بیگانه برای مملکت با شمشیر حکومت کرد، ولی ما موندیم، اونا رفتن. ما در جنگ ها که نرفتیم که حالا چیز کنیم که دفاعی بکنیم و بیاد بره درست میشه خودش، و همجوری همشون اتفاق ما درست میگفتیم. اینجا من عمدا این کارهای مهم که شده است در این فرهنگ، مثل تاریخ نامه طبری، مثل کنجل سعدی، دیوان، حافظ، فردوسی، اینا رو مخصوصا میارم خدمتتون. یادمون نره ما کی هستیم واقعا، یادمون نره، چون اینا این شیاطین، اینا یک مش آدم رذل فرومایه هستن، این فرومایگی خود رو میخوان تحمیل کنن به ملت. ما نباید اجازه بدیم. حالا عکس امام سپر مدرسه میرفته، در این در واقع فرصتی که بود موسیقی، یه خاطره تاریخی بود، آقا اومدن در مدرسه ما گفتن عکس امام و عکس این آقا باید در قاب باشه، بدون قاب نباشه. یکی از برای بچه های رفته در یک جایی که کارهای دیگر میکنن، یه قاب کشیده با زغالی چیزی که این جای عکس امام، که وقتی زور هست عکس العمل هم همین هست. آقا اگه مردم امام رو دوست دارن، خودشون باید قابش کنن. یه کسی گفت صحنه دیدم در یک آتش سوزی ترکیه، حالا گویا پیش از این اردوغان اینا بود نمیدونم، گفت این زنزلش آتش گرفته بود، بعد این مرد بین آتش و اینها یه چیز به سرش انداخت، رفت داخل، گفتن حتما رفته بچه‌شو یه چیز خیلی ارزشمندی رو بیرون بیاره. بعد اومد دیدیم تو بغلش عکس آتاتورک، عکس آتاتورک فقط از هر چه داشت در منزل، به خاطر علاقه و احترامی که به این مرد داشته بعد از مرگش. نمیدونم به زور